سرخط اخبار. شورای جهانی موسیقی: طالبان در حال نسل‌کشی موسیقی و فرهنگ در افغانستان هستند. هشدار معاون یوناما: مواضع بین المللی در قبال افغانستان در حال سخت‌تر شدن است. فروش جواز شکار پرندگان در افغانستان توسط طالبان: این کشور حتی برای پرندگان مهاجر نیز امن نیست. کمیته بین المللی نجات: افغانستان یکی از کشور در معرض بحران بشری در سال آینده. کاردار سفارت آمریکا حمله داعش به محل اقامت تاجران چینی در کابل را محکوم کرد. با سلام و احترامات نیک به بخش اخبار شامگاهی از تلویزیون همدم، شما را خوش آمدید میگم. با مروری بر مهمترین اخبار امروز چهارشنبه 23 قوس 1401 در خدمت شما هستیم. شورای جهانی موسیقی: طالبان در حال نسل‌کشی موسیقی افغانستان هستند. شورای جهانی موسیقی ممنوعیت موسیقی توسط طالبان در افغانستان را نسل‌کشی فرهنگی و نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد خوانده و آن را محکوم کرده است. این شورا با نشر بیانیه گفته است که علی‌رغم گمانه‌زنی‌ها در مورد تغییر نگرش و رفتار طالبان، این گروه پس از تصرف دوباره قدرت مردم و موسیقی دانان را از حق شنیدن و خلق موسیقی محروم کردند. شورای جهانی موسیقی گفته است که طالبان همانند دوران اول حکومت خود یک بار دیگر افغانستان را به یک ملت خاموش تبدیل کردند. این شورا گفته است که در حال حاضر نوازندگان تحت حاکمیت طالبان در معرض تهدید زندگی می کنند و اجازه ندارند از طریق موسیقی امرار معاش کنند. در بیانیه شورای جهانی موسیقی آمده است که ممنوعیت کامل موسیقی در افغانستان نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر ملل متحد است که میگوید هر کس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت کند و از هنر لذت ببرد. این شورا گفته است که نسل‌کشی فرهنگی و موسیقی در افغانستان توسط طالبان را به شدت محکوم میکند. معاون یوناما: مواضع بین المللی در قبال افغانستان در حال سخت‌تر شدن است. مارکس پوتسل معاون دفتر سازمان ملل در کابل هشدار داده است که توجه بین المللی در قبال افغانستان در حال کاهش یافتن و مواضع در حال سخت‌تر شدن است. او این اظهارات را در 12th نشست سالانه معاونان وزیران امور خارجه کشورهای آسیای میانه در اشقاباد پایتخت ترکمنستان مطرح کرده است. پوتسل گفته است بسیار مهم است که افغانستان در اجندای آسیای مرکزی قرار داشته باشد. یوناما در صفحه فیسبوک خود نوشت مارکس پوتسل هشدار داده است که توجه بین المللی در حال کاهش یافتن و مواضع در حال سخت‌تر شدن است. وی همچنان گفته است همکاری ها و تعامل منطقه‌ای از اهمیت بسیار مهمی برخوردار می باشند. این در حالی است که با گذشت بیش از یک سال از تسلط طالبان بر افغانستان تا اکنون هیچ کشور این گروه را به رسمیت نشناخته است. قرارداد 42 میلیون دلاری طالبان با گردشگران خارجی: شکار پرندگان مهاجر قانونمند شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید که در سال جاری قراردادهای بردش 42 میلیون دلار آمریکایی با گردشگران خارجی امضا کرده است که زمینه شکار قانونمند بعضی از پرندگان در افغانستان را مساعد میکند. خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان نشرات دارد در خبری نوشته است که مطابق این قراردادها شکارچیان صرفاً در فصل‌های مشخص سال می‌توانند پرندگان مهاجر را در افغانستان شکار کنند. یک منبع از وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است گردشگران بیشتر علاقمند شکار پرندگان از جمله شکار پرنده هوبره در ولایت‌های هرات، فراه، نیمروز و هلمند هستند. به گفته این منبع
برای اینکه شکار به شکل قانونی و مطابق با قوانین و لوایح توریستی و در روشنایی قوانین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و اداره ملی حفاظت از محیط زیست در کشور انجام شود و شکارچیان شماری از کشورها اجازه داده شده است که به افغانستان بیایند و در فصل‌های مشخص سال پرندگان مهاجر را شکار کنند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته که از شکارچیان خارجی خواسته است که صرفاً پرندگانی را شکار کنند که از سایبریا به افغانستان می آیند و به نام هوبره یاد می شوند. کمیته بین‌المللی نجات افغانستان یکی از سه کشور در معرض بحران بشری در سال آینده میلادی. کمیته بین‌المللی نجات روز چهارشنبه فهرست اضطراری سالانه خود را منتشر کرد که 20 کشوری را نشان می‌دهد که در سال 2023 در معرض خطر و وخامت بحران بشری قرار دارند. بر اساس این فهرست، سومالیا، اتیوپیا و افغانستان به ترتیب در صدر فهرست کشورهایی هستند که بیشترین خطر آنان را تهدید می‌کند. کمیته بین‌المللی نجات گفته است که سدهای محافظتی طراحی شده در برابر بحران‌های بشری در این کشورها توسط عواملی نظیر درگیری، تغییرات اقلیمی و آشفتگی اقتصادی تضعیف و برچیده شده اند. بر اساس گزارش این نهاد، 20 کشوری که در سال پیش رو با وخیمترین بحران‌های بشری روبرو خواهند بود، حدود 13% جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. این گزارش می‌گوید که به طور متوسط کشورهایی که در فهرست اضطراری قرار دارند تقریباً در تمام دهه گذشته جنگ و درگیری‌های مسلحانه را تجربه کردند. کاردار سفارت آمریکا حمله داعش به محل اقامت تاجران چینی در کابل را محکوم کرد. کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان حمله به هتل لونگان در کابل را که شهروندان چینایی در آن اقامت داشتند محکوم کرده و از تحقیقات سری در این زمینه استقبال کرده است. کرن دکر در توییترش نگاشته است که نادیده گرفتن سلسله حملات بر خارجی ها در افغانستان و غیر نظامیان بیگناه که در گلوله باری متقابل گرفتار شدند بسیار سخت است. او در ادامه نوشته است: از تحقیقات سریع پاسخ قوی برای محافظت از دیپلمات‌ها و مردم افغانستان استقبال می‌کنیم. به خانواده‌های قربانیان تسلیت می‌گویم و برای عزیزان آرزوی بهبودی سریع دارم. در همین حال دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما این حمله را نیز محکوم کرده و گفته است که در این حمله به غیر نظامیان به شمول شهروندان چینی تلفاتی وارد گردیده است. یوناما در توییترش گفته است: خشونت در افغانستان هدفی جز طولانی کردن رنج بیش از 40 سال جنگ ندارد. ما با قربانیان این حادثه ابراز همدردی و غمشریکی میکنیم. با تشکر از همراهی شما، این بود مهمترین اخبار امروز چهارشنبه 23 قوس 1401. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.